خاصیه که باید به طور خاص مورد توجه قرار بگیره. ولی قبل از اینکه به این روز خاص بپردازیم، میخوام قبل از هر چیزی تشکر قلبی خودم رو ابراز کنم به خاطر تبریکات پرمهرتون که برای روز مادر امروز نثار من کردین. و با چشمای پرفیضتون میتونم بگم، با چشمای پر از رحمتتون منو در اون جایگاه والای الهی برای خودتون به عنوان یه مادر دیدین. حقیقتا من هرگز خودم هیچ وقت احساس نکردم که اون قابلیت، اون ظرفیت رو داشته باشم که بتونم اونجور که لایق هست، اونطور که شایسته شما مهربانوهای عزیزم هست، بتونم مثل یک مادر شما رو محبت کنم. همیشه تو این قسمت کم آوردم، ولی خدا رو شکر که فیض خداوند ما عیسی مسیح از طریق چشما و قلب شما همیشه منو دیده. این باعث افتخار منه، این برکتی از طرف شما برای من. مرسی دوباره. مطمئنم که میدونین که نمیتونستم تک تک جوابگو باشم، برای همین گفتم گروهی تشکر کنم. امروز روز خاصیه عزیزان، همتون میدونین روزی که مادر بودن باید مورد تجلیل و بزرگ داشت قرار بگیره. البته به نظر من نه فقط مادر بودن، بلکه زن بودن باید مورد توجه و تمجید قرار بگیره. چون در شناخت عزیزان، در شناخت مقام زنه که یک مادر در جایگاه درست مادر بودن میتونه بیسته، میتونه قرار بگیره. باور میکنین؟ امروز امید و انتظار من اینه که در این وقت خیلی محدود با کمک روح خدا، خدا خودش، خدای پدر، در عمیق‌ترین لایه‌های وجودی مادران و زنان ایران و افغان عزیز رسوخ کنه با اون محبت عمیق پدرانش، تا هر زن ایرانی، هر زن افغان زبان به هویت درخشان خودش امروز پی ببره و در این شکوفا شدن، در این روشن شدن عزیزان، به رویایی که در قلب پدره پی ببره. باور میکنین که میتونین امروز به رویای پدر، یک رویای پدر داره برای هر زن ایران و افغان، و امروز میخواد که ما به این رویای قلب پدر برسیم. و مطمئنم که شروع تازه‌ای برای هر زن ایرانی و هر زن افغان عزیز خواهد بود. رویای خدا چیه عزیزان؟ فکر میکنی رویای پدر، رویای خدا اینه که با کمک حقایق کلام خدا، مقام زن از هر دروغی، از هر تاریکی پاک بشه. رویای پدر اینه که امروز اون عینکای دودی سنت‌ها و فرهنگ‌های اشتباه از چشمای ما برداشته بشه، یا اون اشتباهات دیرینه عزیزان که در مغزهای ما حک شده و بعضا نسل به نسل این گرایش پیدا کرده و کم کم تبدیل به یک رفتار اشتباه شده نسبت به زن، نسبت به مقام زن. باشه که امروز نسیم هستی بخش روح خدا بر زنگارهای قلب ما مادران و زنان شروع به وزیدن کنه. آمین. تا نقش اصلی خودمونو از چشم پدر، اون جایگاه و مقام خودمونو از نگاه پدر و نگاه کلام مقدس خدا بشناسیم. باشه که امروز هر نور کلام خدا، هر کلمه ایش عزیزان، باعث بشه که ما امروز زنهای ایران و افغان بفهمیم، درک کنیم که ما مسئله نیستیم، نیست؟ ما راه حل و پاسخ هستیم. که ما صرفاً برای سطحی بودن، برای اینکه دائم از دیگران تأثیر بپذیریم ساخته نشدیم، آفریده نشدیم. تک تک ما برای اصالت، برای ژرف بودن، برای تاثیرگذاری، برای اینکه یک تعیین کننده باشیم
طراحی شدیم. باور میکنین؟ تاریخ عزیزان مکررن نشون داده هر جا که ماهیت اصیل زن شناخته نشده و اصالت زن مورد بیتوجهی قرار گرفته، محبت و احترام از یک زن باز داشته شده، ما خودمون شخصا شاهد فروپاشی آشکار فرهنگی، فروپاشی جامعه و خانواده ها شدیم. و هرگاه که زن خودش ماهیت و هویت شخصی خودش شناخته و جامعه و خانواده این موقعیت و هویت و مورد پذیرش قرار داده، دیدیم که چطور جامعه و خانواده مشمول حیات، فیض و هستی تازه‌ای شده. هرگاه که زن عزیزان با آن جایگاه و اعتباری که خدا براش تعیین کرده در اراده خداست پی میبره، چقدر خانواده ها از فروپاشی حفظ میشن. وقتی کلام خدا رو میخونیم که بزرگترین مرجع زندگی ماست، به نفوذ زنان خدا ترس و مقدس از حوا گرفته که مادر انسانی ماست تا مادر موسی یوکابت که با عمل متحورانه خودش عزیزان چه تحول عظیمی بر قوم یهود در تاریخ قوم یهود به جا گذاشت پی میبریم. چرا عزیزان؟ چرا زن اینقدر تأثیر گذاره؟ چون در زنان عزیزان یه یگانگی خاصی وجود داره به لحاظ زن بودن اونا، در طرح الهی اونا یک یگانگی خاصی وجود داره که در مردان وجود نداره. و اون طرح و اون یگانگی از آن خدا گذاشته در زنان به لحاظ جسمی و روانی که اونا رو آماده کنه برای مادر بودن. چرا که زن خوانده شده که حیات و هستی از او به وجود بیاد. ولی باید یادمون باشه و هیچ وقت یادمون نره که بالاترین خواندگی یک زن این نیست که فقط مادر بشه، که اگه مادر نشه اون یگانگی از دست میره، اون حیات و هستی از او ساطع نمیشه. باید بگم این یگانگی خاص در صنعت زن، در آفرینش زن عزیزان نهادینه شده، نهفته شده که تولید حیات و هستی بکنه. حتی اگه به طور فیزیکی قابلیت مادر شدن نداشته باشه، به طور روحانی از به لحاظ روحانی او اینطور طراحی شده که حیات و هستی از او تولید بشه. باور میکنین؟ او قابلیت مادر شدن داره حتی اگه به طور فیزیکی نتونه، به طور روحانی میتونه. ما به وضوح در تاریخ ایران و بیشتر میخوام تو تاریخ کتاب مقدس باشم، خیلی زنان رو دیدیم که چقدر زایمان کردن، زاد و ولد کردن، ولی باز هم همچنان احساس نازایی، بی‌ثمری، عدم حیات در روابطشون، در کارشون، در خانواده هاشون چطور موج میزد عزیزان، چطور احساس بی‌حاصلی میکنن، چطور احساس خلأ و نارضایتی درونی میکنن. خیلی بچه آوردن ها، فقط میخوایم تو کتاب مقدس محدود نگاه کنیم، مثلا نعومی نیست؟ نعومی مادر شده بود ولی در یه برهه‌ای از زمان به خاطر آسیب‌هایی که دیده بود گفت خداوند، نالش رفت بالا، من پر بودم اما خداوند من رو خالی کرد. احساس بی‌ثمری بود نیست؟ لیه زن یعقوب 12 تا پسر کاکل به سر زایده بود ولی پر از کمبود بود، پر از پایین بودن عزت نفس بود. برعکس عزیزان در تاریخ کلام خدا به زنانی برمیخوریم مثل دبوره که احتمالا اصلا مردی نداشت که مادر بتونه باشه، تنها به اون جایگاه و هویت اصلی خودش در آفرینش خودش پی برده بود و تمام اتکای خودش رو روی خدای قادر مطلق گذاشته بود. از اون چطور حیات تولید می شد، چطور هستی تولید می شد. بعدم بریم بخونیم تو داوران باب 5 میگه هرگاه دبوره برخیزد، هرگاه مادر برخیزد. اصلا مادر نبود، تمام حاکمان، تمام جهانداران ظلمت باید نایاب بشن در حضور این زنی که به هستی یگانه خودش پی برده. در جای دیگه میگه
تا دبوره مثل یک مادر برخواست تا حمایتگر قوم خودش باشه، قومی که در شرف نابودی بودن، قومی که بدبختی و فلاکت در اونا موج میزد، ولی از دبوره خدا چه کارهای عظیمی کرد. آمین که امروز بیدارشن دبوره های زمانه در کلیسای آلفا اومگا و هر جایی که میشنون، تا به اون دعوت الهی خودشون پی ببرن، تا به اون مقام عالی خودشون در خداوند پی ببرن. باشه که امروز حقیقت کلام خدا رو هر زن هوشیار در آغوش بگیره عزیزم، حقیقت کلام خدا که هر زن رو آزاد میکنه و در این آزادی عزیزان که زن و یک مادر در هر شرایطی میتونه به سوی اهداف خدا در حرکت باشه. آمین. به نظر من یکی از راه‌هایی که میشه یک پدیده رو شناخت عزیزان، باید ضد اونو بشناسیم. مثلا اگه میخوایم نور رو بشناسیم، منظورم برادر نور نیست، نور رو بشناسیم اول باید تاریکی رو بشناسیم، درسته؟ اگه میخوایم حقیقت رو بشناسیم، اول باید دروغ و ناراستی رو، نه از دید محدود خودمون ها، چارچوبای ذهنی خودمون، از چارچوب کلام خدا باید بشناسیم. اگه میخوای امروز حکومت پر از عدالت، انصاف و برابری پادشاهی شاه شاهان عیسی مسیح خداوند رو بشناسی، میخوای بشناسی، به خصوص در حیطه قوانینی که برای زنان وضع کرده، باید اول حکومت دینی رو بشناسی، حکومتی که بزرگترین دشمن حقوق زنان و آزادی زنان بوده و هست، حکومتی که باعث شد خورشید مجد و جلال و شکوه ایران چقدر آسون غروب کنه و این قشر آسیب پذیر زنان چطور زیر سلطه قوانین ضد انسانی حکومت داعشیان قرار بگیره، جایی که عزیزان مکانی که جنس زن جرم شمرده میشه، جایی که زن از دیه محرومه، جایی که نابرابری خونبهاست عزیزان، حقوق اجتماعی زنان، حتی حقوقی که برای زنان خود حکومت وضع کرده چطور زیر پا پایمال میشه. در حیطه خانواده میبینیم قوانینی که در حیطه خانواده است، در قوانین ارث و میراث میبینیم، در قانون مجازات میبینیم، در حق طلاق میبینیم، در قانون گذارنامه میبینیم، در حق حضانت برای اطفال میبینیم، تمام اینا اچهافاتی که به زن میشه عزیزان، یک روی یک زن چقدر تاثیر منفی میذاره و چقدر این زن میتونه روی خانوادهش و کودکان تاثیر منفی بذاره. ازدواج های زودرس رو میبینیم در این دو کشور به خصوص، چه آسیب های روحی و روانی به خانواده ها میزنه و این چرخه های معیوب میبینیم کماکان در این دو تا کشور به خصوص چقدر داره ادامه پیدا میکنه. و خیلی جالبه بدونین عزیزان که این مورد هایی که گفتم در حکومت های مذهبی فرهنگ سازی میشه عزیزان، نیست؟ هدف سازی میشه و پذیرفته میشه و متاسفانه انسان که دارای یک حافظه تصویری قویه، تمامی این موزلات رو از نسلهای گذشته همینطور زمان به زمان منتقل میکنه و تبدیل به یک رفتار اجتماعی خیلی ناجور و ریشه‌ای نسبت به زن میشه و نسلی به نسلی منتقل میشه و خیلی زیرکانه عزیزان، خیلی زیرکانه وارد خانواده های حتی ایمانداران میشه، وارد کلیسا میشه، رسوخ پیدا میکنه این اشتباه های رفتاری. و همینطور در تاریخ یهود هم نگاه میکنیم عزیزان، در جو زمانی تاریخی عیسی نگاه میکنیم، دست کمی قربونش برم از تاریخ ایران و افغان نداشت، پر از همون دوران ارتجاعی اونجا موج میزد، جایی بود، مکانی بود که یک مرد یهودی میگفت اجازه کسی نداره که انجیل رو به زن تعلیم بده، بهتر انجیل کلام خدا کتاب مقدس سوخته بشه، احکام خدا سوخته بشه تا به یک زن تعلیم داده بشه. و عیسی
عیسی عزیز ما، این شاه شاهان، در چنین جو زمانی مثل یک انقلابی پا به عرصه جهان گذاشت. وقتی کلام خدا رو میخونیم میبینیم از موقعی که عیسی مسیح اومد چطور مقام زن به طرز خیلی عجیبی بالا برده شد، چطور وقتی داستانهای او رو میخونیم حجم خیلی زیادی به زنان داده شده، زنان رو مورد توجه و عنایت خاصی قرار داده. هیچ آینی از زن، هیچ راه و مکتبی، هیچ مسلکی به اندازه مسیحیت اینقدر روی برابری زن و مرد پافشاری و تاکید نکرده. از آن نیاز نداریم راه پیمایی کنیم، هی تو فیسبوک چیزایی بذاریم برای دفاع از آزادی زنان. عیسی مسیح خداوند با تعلیمات خودش، با مرگ و قیام خودش، این راهپیمایی با شکوه رو برای ما زنان انجام داد 2000 سال پیش. آمین. عیسی زنان رو از خونه بیرون آورد و تعریف زن ایدئال از دید عیسی مسیح فقط بچه آوردن نبود. حتی در یکی از داستانهایی میبینیم در لوقا باب 10 که مریم که میخواست سنت اشتباه رو نگه داره، مرتا نگه داره و مریم میخواست پا فراتر بذاره، اون آزادی رو بچشه که عیسی بهش هدیه داده بود، نزد قدم های عیسی نشست، ولی همجنس خودش، خواهر خودش چطور او رو مورد اعتراض قرار داد. عزیزان، یک زن حتی مقام همجنس خودش رو نمیتونست به رسمیت بشناسه. اینجا فقط میتونم بگم از ماست که بر ماست. متاسفانه حتی تو کلیساها بعضیا دیداشون یه مقدار با کلام خدا مطابقت نداره، ولی میبینیم عیسی مسیح خداوند چطور مریم رو مورد عنایت و حمایت قرار میده و مرتا رو مورد نکوهش قرار میده. وقتی کلام خدا رو میخونیم عزیزان، نقشه خدا از ازل برای مرد و زن همکاری بوده، مساوات بوده، با مسئولیت ها و جایگاه های متفاوت. اونا متفاوت خلق شدن در عمل کرد، در جایگاه، ولی در آفرینش اونا یک زن و یک مرد در آفرینش کاملا از ارزش و اعتبار یکسانی برخورداره. و اشخاصی که از زن شخصیتی بالغ دارن هرگز علاقه به حکمرانی و تسلط ندارن، بلکه در پی توافق و برابری هستند، در پی اتحاد هستند. همین این تعاریفی که از زن کردم میتونه چند ساعتی طول بکشه در مقابل مقام مثبت و عالی که خداوند به زن داده، ولی برعکس هم خوب نگاه کنیم که اگه زن، عزیزان، خدایی نکرده به ماهیت و هویت خودش نرسه، اگه مقام خودشو از آفرینشی که خدا برای او طراحی کرده درک نکنه، این قابلیت رو داره به جای اینکه هستی و حیات تولید کنه، به جای اینکه عاملی در دست خدا باشه، عاملی در دست رئیس موت شیطان باشه، باور میکنی که میتونه برای تخریب، فروپاشی، فتنه، کنترل افراد، ریاکاری، سطحی بودن، حسادت، رقابت. اینم بازم نمونه خیلی آشکاری داریم در کلام خدا، ایزابل و ایزابل‌های زمانه. چرا یک زن، عزیزان، با تمام اون آفرینش پرشکوهش، اون طرح الهی عالیش، چنین به حضیز ذلت میتونه کشیده بشه؟ چرا؟ باز هم به لحاظ زن بودنش، باز هم به لحاظ اون یگانگی، اون طرح عالی که خدا در او گذاشته. چون زن، عزیزان، این قابلیت رو داره به خاطر اون ماهیتی که داره خیلی در معرض چالش ها، زخم ها، طرد شدگی ها قرار بگیره. و یک زن میتونه پر از حفره‌های پنهانی درونی، آسیب‌ها و خاطرات شفا نیافته باشه که اگه مداوا نشه، اگه شفا نیابه، میتونه عاملی برای صدمه زدن به خودش و دیگران باشه. باور میکنی؟ زنی که ریشه در مسیح نداره و مقام و هویت خودش رو در مسیح نمیشناسه، عزیزان، این قابلیت رو داره به جای اینکه این آسیب‌ها که قرن هاست به زن
وارد میشه، به جای اینکه این آسیب ها او رو به سمت خدا بکشونه و اجازه بده که خدا کمکش کنه که دائم در گذشته گیر نکنه، دائم با آه و حسرت دست و پنجه نرم نکنه، دائم در دام نبخشیدن نباشه، دائم با آه و ناله به ناعدالتی ها، وای چه ناعدالتی هایی شد، حقم خورده شد، دائم پر از افکار آزاردهنده و منفی، پر از ناامنی. به خاطر چی عزیزان؟ به خاطر اینکه به سوی خدا ندویده. آیا زنی امروز یافت میشه عزیزان؟ و تمام این اتفاقاتی که دارم میگم به سرش اومده به خاطر اینکه این زنه، خدا این رو اینجوری خلق کرده و تمام این آسیب ها و درد ها به اون وارد شده، ولی عاملی تونسته برای احیا و سلامتی خودش و دیگران باشه و تونسته نه فقط سلامتی ایجاد کنه، ولی بلکه توی تاریخ دگرگونی ایجاد کنه، تعیین کنه مسیر تاریخو. آیا زنی هست که امروز ما بگیم اگه او تونست با تمام اون آسیب ها و زخم ها، پس منم میتونم جا پای او بذارم؟ هر دفعه که هر سال که روز مادر میشه تو این کتاب او زن نامیده میشه و نمیدونم تمام زنان کتاب مقدس زیر و رو میکنم، عزیزان هیچ زنی مثل حنایی که استر پیدا نمیکنم. این دوتا ابر شاهدان ما ایرانی ها و افغان ها هستن، زنان انقدر ما میتونیم باشون رابطه برقرار کنیم، انگار که از مسیرهای درد و زخم و تبعیضات نجادی ما گذشتن این دوتا. امروز هم باز دوباره میخوام راجع به استر صحبت کنم، زن زیبایی عزیزان که زندگی قربانی های بسیاری را از او گرفت، زنی که از داشتن خانواده محروم بود، زنی که دختر یتیمی بود که به عنوان یک اسیر از اورشلیم شهر مقدس به ایران اوورده شده بود به عنوان یک اسیر، پر از درد، پر از ناامنیای غربت. درد غربت خیلی همون میکشیم نیست؟ استر چندین برابر. عزیزا این یک زن، این زن به خصوص خیلی دلایل داشت که با عقده ها و ترس ها دست و پنجه نرم کنه، پر از خود کمبینی، حسرت و حسادت باشه، پر از حقارت های درونی باشه و خیلی راحت میتونست در چنگال هوس اسیر باشه، فیلش یاد هندوستان کنه نیست؟ زندگی نکردم، الان اومدم ایران و به یه نون و آبی رسیدم، الان یه جولونی بدم. ولی شخصیت استر عزیزان فرق داشت. استر رو در باب یک کتاب استر با او آشنا میشیم، با سختی های بسیاری آماده شد تا به کاخ خشایارشا پادشاه ایران راه پیدا کنه. بین 1000 تا 1400 دختری که کاندید شده بودن به قصر بیان، فقط خشایارشا پادشاه ایران دلش به استر چسبید. به نظر من نه به خاطر زیبایی او، بلکه به خاطر شخصیت خداگونه استر بود. خودتون میتونین ده بابو بخونین، خیلی زیباست. کلام خدا میگه جمال فریبنده است و زیبایی باطل عزیزان، اما زنی که از خدا میترسه ممدوح خداونده، ستوده شده است از جانب خداوند. اما وقتی داستان استر رو میخونیم شاید فکر کنیم خب الان خدا رو شکر بعد از اون بدبختی ها و سختی ها به یه نون و آبی رسید، همسر پادشاه شد، الان ندیما ها همجور دارن اون رو باد میزنن، آخر عاقبت به خیر شد، طفلک یه نفسی میکشه، کاش ما هم جای او بودیم. میتونم بگم عزیزان آواز دهل همه بگین؟ استر در اون همه عظمت و شکوه ظاهری باز هم احساس امنیت نمی کرد. اگه بدون احضار پادشاه نزد اون می رفت سریع کشته می شد. یک ماه بود که پادشاه او رو ندیده بود، باز هم پر ترس شدگی. اگه من بودم رو راست، بازم این سرود الهی بمیرم برای خودم، طفلک من، از زبانم همینطور جاری می شد. عزیزان اینجا یه پرانتز باز کنم. احساس میکنم روح خدا هدایت میکنه برای دختران جوانی که در آستانه ازدواج هستن. میخوام یک نصیحتی بهتون بکنم عزیزان. اگه در آرزو ازدواج هستین یا در شرف ازدواج هستین ولی به خاطر نیازه، به خاطر احساسات، عدم امنیته،
میخواین فقط ازدواج کنین که این نیازاتون برطرف شه. مطمئن باشین، بهتون قول میدم که هیچ امنیتی دوباره نخواهین داشت. هیچ امنیتی. بین عشق و نفرت یه سر سوزن فاصله است. عشقهای افلاطونی، عشقهای لیلی مجنونی چقدر زود از هم پاشیده شده. حتی با عالی ترین مردها عزیزان ممکنه باز هم مشکلاتی به وجود بیاد. زیبایی هم محو میشه. ثروت میگم به یه شب، زیبایی به یه تبه. بیا امروز تو دختر جوان ایرانی و افغان تمام امنیتتو بذار روی خدا. مثل استر بیا امروز به خدا تکیه کن. خدایی که مثل ما انسان ها تغییر نمیپذیره. خدای تغییر ناپذیر. آمین. چون که خداست عزیزان که فقط برای ترسندگان خودش یک پناهگاه، یک ملجای قوی و امنه. بازم میریم سراغ استر. استر زمانهای زیادی رو در سکوت در کاخ زندگی میکرد. هیچ گوش شنوایی برای وجود نداشت. پادشاه تو حرمسرا زنای خیلی زیادی داشت، یعنی ترجیحات خیلی زیادی داشت. قابل توجه خواهران که یه موقع من خودم هم زمانهای جزش بودم که فقط نکات منفی رو میبینیم، این آقا پادشاه ما خیلی نکات منفی داشت عزیزان. خیلی ضعف داشت، دهنبین بود، تصمیمات بی ربط و بی جا می گرفت، مردی نبود که اصلا خیشتندار باشه، دلش مثل نهرهای آب هر دقیقه به هر سو می رفت. میخوام بگم زن ایران و افغان زبان، اگه زندگی امروز فکر میکنی که قربانی های زیادی را از تو گرفته، خدا امروز میخواد مثل استر امنیت تو باشه. خدا میخواد پشت صحنه های زندگی تو، نمیدونم الان چه در چه تشویش هایی، در چه آسیب هایی داری زندگی میکنی، در چه ناامیدی هایی داری زندگی میکنی، میخوام به تو بگم همطور که خدا پشت صحنه زندگی استر آروم و خاموش، فعالانه و متحورانه در حال عمل بود، امروز در حال عمل پشت صحنه های زندگی تو. خدا میخواد امروز با عینک خدا زندگی و مقام خودتو ببینی. استر یک زنی بود که گذشته پر از درد و رنج داشت عزیزان، پر از خاطرات شفا نیافته و هیچ آینده ای هم روبروش نمیدید، ولی خدا چون اتکایشو گذاشت روی خدا عزیزان، به خدا نگاه میکرد، به یه نون و آبی نرسیده بود، ولی همین خدا پشت او بود، تونست از همین استر آسیب دیده عاملی بسازه که تمام توطئه‌های دشمنو به ضد قومش نابود کنه. چون استر فهمیده اون مسئله سر اون نیست که اون مرکز باشه، اون محور باشه، همه چی دور او بچرخه، که پر از افسوس باشه. بیا امروز رها کن که چی بر سرت اومده، بیا آزاد شو امروز از گذشته که به من خیانت کردن، دل منو شکوندن، همه اینا درسته، ولی امروز خدا میخواد تو رو آزاد کنه، میخواد چشمای در این آزادی، در این رها شدن، رها کردن گذشته، چشمای باطن تو رو باز کنه که نقشه و فکر و اراده الهی رو برای زندگیت بفهمی و جای خودتو در این نقشه پیدا کنی. آمین. بیا امروز یه کار فقط بکن، یک کار امروز بگو، یک کار میکنم، آنچه که در عقبه فراموش کنم عزیزان. به قوت روح خدا تو نمیتونی و خودتو بکش، کش بده، به زورم شده به سوی آینده. تمرکزتو بردار از سوی این مسائلی که امروز هست و فردا نیست. بیشتر این دعایی که من میکردم گفتم خدای چشمان منو از بتالت دیدن حفظ کن و پاهای منو ای خداوند فقط در طریقهای خودت زنده نگه دار، چون بسیار کج و موج میتونه بره و امروز خدا میتونه رویای خودشو به تو منتقل کنه عزیزان. امروز خدا میتونه از تو که شاید یک زن خورد شده خودتو میبینی و گذشته داغون مجرایی بسازه. باور میکنی برای پیروزی، برای برکت خودت و دیگران سرتو بردار از چیزهایی که انقدر بهش متمرکزی، به سوی خدایی که در یک طرفت العین میتونه تو رو از حزیز ذلت افکاری که برای خودت ساختی به اوج عزت افکار خدا حرکت بده.
وقتی خدا به میان بیاد عزیزان، بالاتر از فکر و تصور و دعای تو میتونه عمل کنه. و وقتی یک زن زنده میشه عزیزان، زنده میشه با رویای خدا، اینو با تمام سلولای بدنم میگم که اصلا نیاز نداره به این نمایشای بیرونی که ما خیلی خوب میدونیم که دارم چی میگم. ما امروز میخوایم باور کنیم به قوت روح خدا که خدا میتونه از درون تو رو متحول کنه، آزاد کنه و حرکت بده به سوی هدف و رویای خودش. باور میکنی؟ ما هر سال به فیض خدا با هدایت روح القدس دعاهایی برای گروه های مخصوص خواهران میکنیم. من ایمان دارم که امروز هم کلیسای خداوند، بدن عیسی مسیح، این قدرت رو داره، این قابلیت رو داره که در نقش یک مادر، در نقش یک پرورنده، پرورش دهنده عزیزان، شفا دهنده، آزاد کننده، عمل کننده، به خصوص برای مادرهایی که آسیب دیدن، امروز وارد عمل شه. باور میکنی؟ به خصوص اولین گروه که خیلی تو قلبم، تمام این گروه هایی که میگم عزیزا خداوند این فیض رو بخشیده که از توش عبور کنم، برای همین با تمام قلبم دارم اینا رو میگم، چون میدونم زنانی که در این وادی ها گیر کنن چه رنج رو، چه تقلاهای بیهوده ای رو اگه به خدا نگاه نکنن دارن تجربه میکنن. اولین مادرانی که دلم میخواد و همینطور خادمین تو قلبشونه که دعا کنن، در بین ما عزیزا مادرانی هستن که خودشون محبت مادر رو، تسلی مادر رو تجربه نکردن، امنیت مادر رو تجربه نکردن، پر از زخم و درد بی مادری هستن. آغوش پرورنده مادر رو، اون آغوش حمایت کننده مادر رو تجربه نکرد. امروز خدا میخواد نه فقط در نقش پدر، بلکه در نقش مادر به پا خیزه برای شفا و آزادی این گروه هم مادران. خود خداوند خودش رو یهوه الشادای معرفی میکنه عزیزان. در اشعیا باب 66 آیه 11 تا 13 بریم بخونین. میگه بیاین نزد من، یهوه الشادای یعنی خدایی که دارای سینه های بسیاره، که تمثیلی یعنی زنی که، مادری که، شخصی که در آغوش مادر از سینه های تسلی او ننوشیده. و خدا میگه بیاین امروز از سینه های تسلی من بنوشین. من میخوام شما رو به ناز روی زانوهای خودم بپرورونم. بیاین تو آغوش من. من میخوام در نقش مادر تو رو تسلی بدم. من میخوام امروز سلامتی رو مثل نهری در قلبهای خالی تو، حسرت زده تو جاری کنم. باور میکنی که خدا میتونه امروز؟ من تو گروه دوم مادرانی هستن که فرزندانشون بزرگ شدن ولی احساس شکست میکنن، مادرانی که دائم بار سنگین سرزنش و محکومیت رو به خاطر اینکه فکر میکنن تربیت درست نکردن، آموزش پرورش درست بچه هاشون رو ندادن، مادرانی که سالها دارن دعا میکنن ولی هیچ جواب دعایی برای نجات و ایماندار شدن بچه هاشون دریافت نکردن، میتونن پر از درد باشن. میخوام به تو بگم ای مادر این چنینی، خدا امروز میخواد شونه های تو رو از حمل سنگین این محکومیت ها و سرزنش هایی که خودت به خودت میکنی، بچه هات به تو میکنن، دیگران به تو میکنن آزاد کنه. آمین. باور میکنی؟ باور کن، چون تو آنچه که داشتی در اون تواناییت انجام دادی. اگه نتیجه این معکوس دیدی، این تقصیر تو نیست. خدا فرزندانش رو در باغ عدن گذاشت، باغ عدن آماده کرد با تمام پوری. چی شد اونجا عزیزان؟ چه فاجعه‌ای به بار اومد؟ معروفترین داستان عیسی چیه؟ پسری که به ضد پدرش طغیان کرد. تو وظیفه نداری که بچه‌هات موفق باشن، تو همچی وظیفه‌ای نداری.
تو فقط وظیفه داری که اونا رو در مسیر درست هدایت کنی، مثل یک مربی تیم فوتبال وظیفه داره که بازیکنان رو در جاهای درست بذاره. شلوس آس، وقتی حزقیال پادشاه رو میبینیم 29 سال وفادار، خدا ترس، تمام زندگیش مال خداوند بود، ثمره او چی بود؟ منسی، شریرترین پادشاه اسرائیل که بچه ها رو خودش رو برای خداوند قربانی میکرد، برای خدایان بت ها قربانی میکرد. من اینجا هستم، من اینجا هستم که به تو بگم ای زنی که بار سرزنش و محکومیت رو داری به دوش میکشی، اگه قدمهایی رو برداشتی، خدا امروز قدمهای تو رو، حتی قدمهای اشتباه تو رو در اون نقشه الهی خودش به خیریت تو و بچه های تو مبدل میکنه. وقتی که کم آوردی، وقتی که ترسیدی، وقتی که شکست میخوری، تو آنچه که داشتی دادی و قول بهت میدم که اون دست هفتم خدا به میان میاد و هیچ اتفاقی خارج از اراده خدا در زندگی تو، اگه الان بچه هایی داری شکسته داغون نمیفته، این حقیقت رو امروز در قلب خودت بردار، بذار این حقیقت در قلب تو رسوخ کنه تا از این سرزنش ها و محکومیت ها که روی زن میاد آزاد شی. آمین. و همینطور کلیسا امروز میخواد در نقش یک مادر برای مادران جوان دعا کنه، برای مادرانی که عزیزان زیر فشارهای زیادی هستن، هم مادرن هم پدرن، سالهای مدیدی هم نقش پدر رو بازی کردن هم نقش مادر. من خودم 19 سال حضانت چندین بچه روی دوشای من بود. فقط میخوام امروز به تو بگم زنی که در چنین موقعیتی هستی، تو در چنگال سرنوشت اسیر نیستی، تو در چنگال شانس و بخت و اقبال اسیر نیستی، تو در یه ریل منفی نیستی که همینجور توی بدی گیر کنی. طلاق، مرگ، بیماری، هر چی که در زندگی تو پیش اومده میتونه در دستهای خدا عاملی باشه عزیزان برای تعالی روح تو، میتونه در دستهای خدا عاملی باشه که از تو یک زنی بسازه مثل عیسی شفا دهنده زخمی. آمین. بیا امروز سرچشمه قدرت خودتو بشناس، اگه نه مفت باختی. بیا سرچشمه حیات و اون پناهگاه امن خودتو بشناس. خداوند میگه، یهوه خدا میگه بیوه زنانت به من اعتماد کنن، بیا یتیمانتو در دستای من بذار، منم که اونا رو زنده نگه میدارم، منم که پناهگاه یتیمان و داور بیوه زنان هستم. آمین. و گروه چهارم عزیزان مادرانی هستن، زنانی هستن که با همسراشون زندگی میکنن، با سیلی صورت خودشون سرخ نگه میدارن. تو این هفته با چند تاشون برخورد کردم، مادرم هستن، باید در نقش مادر ایفای نقش کنن، دلشون میخواد مادرشون بچه هاشون در سلامتی رشد کنه، ولی این تنش ها، این فشار ها، این استکاک هایی که بین زن و مرده نمیذاره و این زن یا همینطور مرد کاهیده میشه. خدا امروز به تو، این زنی که در این وضعیت گیر کردی، یه خبری میخوام به تو بگم. خب اول که خودتو بتکون، خودتو بتکون از این دلسوزی به حال خودت و منتظر باشی که 10 نفر بیان دور خودت بچرخن. من یه نبوتی میخوام بکنم که بازم اینو با سلولهای بدنم تجربه کنم، خدا برای تو هیچ معجزه‌ای نمیکنه. قول به تو میدم اگه شفا میخوای برای رابطه مریض و فلج زناشویی تو، اگه رابطه عاشقانه تو به سردی کشیده پر از اختلافه، دیگه انگار داری فاتحه‌ش هم میخونی، میخوام به تو بگم خدا برای تو هیچ معجزه‌ای نمیکنه. خدا از تو یک معجزه میسازه، از شخص تو. باور میکنی؟
در اینجا خیلی چیزا هست بگم، با این وقت محدود فقط یک کتابو بهتون معرفی میکنم، قدرت زن دعاگو. میتونم بگم برای تو میتونه معجزه کنه عزیزان، میتونه خودتو متبدل کنه. یکمی یادت میده طلای خودتو جلو خدا بریزی. این سختی برای این اومده تو یاد بگیری که وقتای خودتو جلو خدا بریزی. آمین. از اون خاکسترای زندگی خود یه طلای عالی مبدل کن. در اون چالش ها و مبارزاتی که داری بفهمی که خدا پیش روی تو داره میخرامه، با این ایده ها، با این فکرایی که از طریق این کتاب مس شده به تو میده. و خداوند به طور خیلی حیرت انگیزی از طریق قدرت دعای خودت این مشکل اومده که از تو یه زن دعاگو بسازه. تمام اون زمین های مریض زندگی تو رو شفا خواهد داد. باور میکنی؟ میتونی یه آمین بگی؟ آمین. پس همین مادرها رو به جلو دعوت میکنم، با شادی و امید بیاین جلو که خداوند امروز میخواد شفا، سلامتی، امید. اگه تو هر گروهی از این مادران هستی بیا جلو. آمین خدای عزیز. هللویا. تمام مادرها بیان جلو. مادری نیست که اینجا مستثنا باشه از این چهار تا گروه. حتی مادرای لوس ببخشید که پدر بالا سرشونه، عمو و عمو همه چی دارن، هنوز خودشون رو لوس میکنن، یه دونه بچه دارن هنوز توش گیر که اونا رو من اسمشون رو گذاشتم مادران لوس. این مادران لوس هم میتونن جلو بیان. نه همین بری بیستی نه حضور خدا. آمین شکر. آمین. همینجا همینجور که دارین وایستادین عالیه، خدا من شکرت میکنم. و همینطور میخوام از تمام مردان غیور بیستم برای این دعاهایی که میکنیم با دستاشون. و در آخر پاستور کلیسا میاد برکت خاص و پدرانه خودشو به نیابت عیسی مسیح روی خواهرامون اعلام خواهد کرد. فقط من الان میخوام دعا کنم برای این چهار گروه. خداوند اول مادرانی رو به حضورتون میارم که خودشون خداوند تجربه محبت مادرانه رو نکردن، روی زانوهای مادر پرورش نیافتن، از سینه های تسلی او نچشیدن. خداوند دعا میکنم که روح مقدس تو این مادران رو میشناسی، حتی اونایی که خداوند فکر میکنن شفا پیدا کردن ولی در درونی ترین خداوند جایگاه قلبشون این کمبود، این خلا، این احساس ترد شدگی داره موج میزنه. پدر دعا میکنم که امروز در نقش یک مادر، در نقش یک مادر پرورنده، مادری که به ناز میپرورونه، مادری که قدر دختر زیباشو میدونه، حتی پسرانی که خدا و الان در بین ما هستن تجربه مادر رو نداشتن، احساس میکنم خدا حتی این پسران رو هم، پسران خودشو که میخواد مادر، تجربه مادر نداشتن، از زخمای عدیده بی مادری داشتن، پدر دعا میکنم که همین الان حضور تو خداوند، اون حضور تسلی بخش تو در بین این زنان حرکت کنه و شفا و آزادی رو برای اونا به ارمغان بیاره. دعا میکنم خداوند که آغوش پدرانه تو رو تجربه کنن. این روح قدوس الهی ایمان دارم که تو داری میخرامی. خداوند ایمان این مادران رو بیدار کن که امروز این تسلی، این شفا و آزادی رو از دستای تو دریافت کنن. همینطور مادرانی که خداوند زیر بار سرزنش و محکومیت هستن، خداوند آزادی و شفا اعلام میکنم، بیداری روح و روان اعلام میکنم که بیستن در جایگاه خودشون و اجازه ندن این روح شیطان، این روح محکوم کننده، این روح سرزنش کننده در نام عیسی مسیح
هر جایی که این بختک اونجا افتاده روی مادران، در نام عیسی مسیح آزادی اعلام میکنم، در نام عیسی مسیح آزادی اعلام میکنم. همینطور خداوند برای مادرهایی که خداوند با اینکه مرد دارن ولی دست و پنجه خودشون به تنهایی دست و پا میزنن، دست و پنجه نرم میکنن برای تعلیم و تربیت بچهشون و احساس میکنن تنها هستن با اینکه مرد دارن، تنها هستن، یا زنانی که مرد متارکه داشتن یا همسرانشون فوت کرده، دعا میکنم خداوند روح قدوس تو، این روح تسلی دهنده ای تو، این روح القدس که در نقش یک مؤنث، در نقش یک مادر میتونه همراه باشه، یاور باشه، بلند کننده بارهای سنگین زندگی مادران باشه، همین الان خداوند حرکت کنه در بین مادران ما و شفا و آزادی اعلام کنه. و همینطور خداوند اگه اونجا مشکلات زن و شویه بین تمام زوجهای کلیسا خداوند حد دیوار نامرئی جدایی، نفاق خداوند، سرد شدن رابطه های زن و شویی خداوند، هر دیوارهای جنگ و ستیز، هر روح عدم بخشش که بین این زن و شوهرها فاصله میندازه، به قدرت خون عیسی مسیح اعلام میکنم که این دیوارهای نامرئی امروز منهدم بشه، فرو بریزه. خداوند زمینهای شکسته مخروب این زن و شوهرها، مریض این زوجهای کلیسا شفا بیابه. امروز محبتی تازه، عشقی تازه خداوند بین این زوجهای کلیسا امروز جاری بشه به قدرت خون عیسی مسیح. و همجور دعا میکنم برای مادران آینده، خداوند اونا رو حفظ کنی از هر بیراهه، از هر خداوند ازدواجهای ناموافق، از هر حسرت و نیازی که اونا رو به ازدواجهای نامتعادل و اشتباه و مخرب میخواد هدایت کنه. خداوند دعای ما رو شنیدی، با اینکه خداوند خیلی کم آوردم حتی در دعا، ولی خداوند تو دعاها رو میشنوی، حتی دعاهایی که بهش اشاره نشد، ولی مادرانی که اینجا هستن خداوند در قلبشون فقط تو میشنوی. و در این لحظه خواهش میکنم از پاستور کلیسا که به نیابت عیسی مسیح، این شاه شاهان که حکومت برابری و تساوی رو بین زنا اینجا انجام داده، که کلیسای خداوند میتونیم بچشیم و خواهرها رو برکت بده و مبارک اعلام کنه. تشکر میکنیم خداوند از حضور تو اینجا و تشکر میکنیم خداوند که امروزم خداوند با تک تک این عزیزانی که تو عاشقانه دوست داری و این تجربه رو کردن که مادر بشن، که چون پدر جان تو همینطور که میدونی مثل یک مادر ما رو نگهداری میکنی، مثل پدر به ما هویت میدی. ممنون هستیم خداوند از این عزیزانی که الان امروز خداوند با حضور تو، با روح تو، با کلامای تو خداوند بلند کردی خداوند و شفا دادی. برام از مزمور یکی که میخوام اینا روش ما اعلام کنم که خداوند میگه که پس تو ای مادر که اینجا هستی مثل درختی نشانده نزد نرهای آب خواهی شد. که میوه های تو در موسمش می دهد و برگای تو پژمرده نمی گردند. هر آنچه می کنید نیک انجام خواهد شد. خداوند دعا می کنیم از این تک تک این عزیزان تو الان قدرت تو، فیض تو، محبت تو، صبری که الان احتیاج دارن، حکمت تو و این دید روحانی که احتیاج دارن خداوند، یه مادری برای بچه هاشون باشن و همینطور هم یک همسری برای شوهرشون باشن که با هم بتونن خداوند این بچه هایی که بهشان مثل امانت دادی خداوند نگهداری کنن. ممنون هستیم خداوند، این برکت رو رویشان اعلام می‌کنیم.
تشکر میکنیم که دعای ما رو شنیدی، دردای زخمای این عزیزان تو رو خداوند الان شفا دادی. الان این رو دریافت کنی، خودت رو مثل یک درختی ببینین که در کنار نهرهای آب الان خداوند گذاشته. تشکر میکنیم عیسی جان و در نام تو هم دعا میکنیم. آمین و آمین.